برنامه نانگار سرخ نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم. اما فریبرز پویا هستم. خیلی خوشحال هستیم که دوباره این خیلی خوشحالیم برنامه رو برای شما اجرا میکنیم. امیدواریم دلتون خیلی تنگ نشده باشه واسه ما. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با گنا سعید از مرکز سکولاریسم از کردستان در رابطه با نقش سکولاریسم و رشد اون در این منطقه. در ضمن در رابطه با یک آتیست در عربستان سعودی و محکومیتش، در مورد برخینی مسخره، فتوا در رابطه با پوستیج و سیبیل مصنوعی و نماز و دوچرخه سواری زنان و دختران در مریوان، با ما باشید. در هفته‌ای که گذشت اخبار به ما رسیده که یک جوان 28 ساله در عربستان سعودی به خاطر اینکه روی فیسبوک گفته که بی خداست به 10 سال زندان و 2000 شلاق محکوم شده و واقعا این خبر رو که آدم میخونه، گزارش هم اومده که به این جوان گفتن که خب توبه کن، بگو که آتیست نیستی، بی خدا نیستی و وضعیتت بهتر خواهد شد، و ایشون گفته که من آتیستم، این نظر منه و این باید حق هر کسی باشه که هر نظری داشته باشه رو بتونه ابراز کنه. جالبه توی عربستان سعودی آتیست بودن مساوی و موازی با تروریست بودن، یعنی تهیه قانون ضد تروریستی توی عربستان سعودی هست که آتیست ها و ناباوران ها تحت اون قانون در واقع دستگیر میکنن و محاکمه میکنن. این جوان 28 ساله که اسمش هم اعلام نشده به خاطر اینکه دولت عربستان سعودی احتمالاً میترسه مثل کمپین در دفاع از رئوف بدوی دنیا در حمایت این جوان 28 ساله به پا خیزه. ولی خیلی جالبه که توی جمهوری اسلامی هم همینجوری با مخالفین و بی خدایان برخورد میکنن. دقیقاً. و یه چیزی میبینیم که یکی از این امامان اسلام به اسم قرداوی که خیلی مشهوره توی اروپا و از اصلش از مصره و ایشونو به عنوان یک ملای میانه رو معرفی میکنن خیلی اوقات توی مطبوعات، ایشون گفتن که خب اسلام باید اعدام برای ارتداد داشته باشه وگرنه اسلامی باقی نمیمونه اگر آدما بتونن آزادانه اسلامو ترک کنن. و یکی از دلایل این واقعا خیلی حکمای سنگین علیه کسایی که از اسلام روی برمیگردونن، یکی از دلایلش همینه. دقیقاً این که چون اگه آزادی آزاداندیشی توی اسلام وجود داشته باشه زیاد اسلامی نیست، چیزی ازش باقی نمیمونه. ولی خیلی جالبه دقیقاً با همین سیستم و با همین شیوه جمهوری اسلامی مخالفین و بیخودانیان رو در ایران خیلیشون از بین برد. به یاد داریم هممون که در یک سال بعد از انقلاب 1979-1980 خیلی از زندانیان سیاسی رو فقط با یک سوال که آیا شما اسلام رو قبول داری مسلمان هستی یا نه، این میگفتی نه من مسلمان نیستم و سر موضع به قول خودشون سر موضعشون باید میسودی و از عقاید خود دفاع میکردی، همون موقع اعدامتون میکردن. که همین الان قضیه اعدام های اون دوران یک مسئله داغ توی مطبوعات ایران و دنیا. و خب این یه بخشی از کنترل مردم و اعمال اسلام روی جامعه است، یه بخش دیگرش خب مشخصا کنترل بدن زنانه و خب این برقینی مسخره که یک زن استرالیایی درست کرده حدود 10-12 سال پیش که مثلا حیای زنان بتونن حیا داشته باشن و برن شنا کنن، یه نمونه دیگه از این نوع کنترل روی زنانه. این خیلی جالب، حجاب، برقینی، نقاب، اینا همه وسایل ابراز جنبش اسلامی و اسلام هم سیاسی هم اجتماعی است، جریانات اسلامی است که زندگی مردم رو کنترل بکنن و در واقع موقعیت خودشون رو تحکیم بکنن. ولی مسئله رو که پیش میاد اینجا اینه که آیا میشه برقینی هم مثل نقاب ممنوع کرد در مراجع جاهای عمومی ملایام؟ این سوالیه که من فکر نمی‌کنم که به همین راحتی بشه به این پاسخ داد.
یعنی میشه، یعنی که نمیشه این رو غیرقانونی کرد. دقیقا، و خود دولت فرانسه هم به این نتیجه رسیده، یعنی خود دولت، مقامات دولتی گفتن که نمیشه اینو قدغن کرد. خود دادگاه عالی فرانسه گفته که این مغایرت داره با قانون اساسی کشور. و مشخصه، به نظر من این خیلی روشنه، وقتی که در مدارس برای مثال حجاب و نشونه های مذهبی قدغن شد، دلیلش به خاطر جدایی مذهب از آموزش و پرورش، از مثلا دادگاه، از دولته. ولی این خب یه کسیه داره مایوی عجیب غریبی پوشیده رفته دم ساحل، درسته نشانه اسلام سیاسیه، درسته نشانه انزجار از زنه و بدن زنه، ولی در این حال بالاخره در آدم ها نوع پوششون در زندگی شخصیشون دولت نمیتونه دخالت کنه، وگرنه میشه اینه مثلا دولت اسلامی که داره سعی میکنه حجاب با زور بر سر زنان کنه، اینم پلیس میخواد با زور مثلا برقینی رو بکشه از سر زن، خب نمیشه. اینو به نظر من هم برقینی رو هم حجاب رو به نظر من باید عین هم باش برخورد کرد، با اینکه به عنوان سمبل انقیاد زن، به عنوان سمبل نیروهای اسلامی، دخالت نیروهای اسلامی و کنترل نیروهای اسلامی هست در رابطه با زنان، ولی از لحاظ قانونی به همون شکل حجاب باید بشه، با اینکه انزجار باید ازش داشت، باید اهلش تبلیغ کرد، ولی از لحاظ قانونی نمیشه برش کرد و فرق میکنه با برقه. دقیقاً، مثلا یکی از کارهایی که دولت فرانسه هم کرده برقه رو و نقاب رو کاملا قدغن کرده. اون دولت از زاویه امنیت این مسئله رو دیده، مثلا میگه که خب کسی که تو خیابون رو میره با هلمت موتورسیکلت هم نمیتونه راه بره یا اینکه صورتش رو بپوشونه، اونو از اون زاویه دیده. ولی از زاویه حقوق زن هم مطرحه، به خاطر اینکه یک وسیله برای کاملا محو زن توی ملأ عام. خب این فرق میکنه تا کسی که مثلا روسری سرش کرده، برقینی سر به بدنش مثلا پوشیده در بغل ساحل دریا، و به همین دلیل به نظرم مهمه که این تفکیک رو کرد، در این حال که باید بدون قید و شرط علیه کلیت کنترل های مذهب روی بدن زن باید ایستاد. دقیقا، و فکر کنم اشتباه فاحشیه کسایی که صحبت از این میکنن که برقینی هم باید مثل نقاب بند کرد، در واقع قدغن کرد. برقینی رو این حجاب باید بهش برخورد کرد. و کار اشتباهیه که پلیس رو بفرستید در ساحل و سوال کنه مثلا لباس شنایی رو کسی که یه طوری انتخاب کرده توی بخش خصوصی خودش، زندگی خودش رو توی ساحل داره چیز میکنه، بتونه از اثرش در بیرون. اشتباه فاحشیه. ولی یه مسئله دیگه هم که دوست دارم در آخر باهاتون مطرح کنم اینه که این خانومی که خودش استرالیاییه، 12 سال پیش اینو به وجود آورده، تهیه کرده برای اینکه شرم و حیای دخترانه بتونه حفظ کنه، ایشون مثلا گفته کاری که دولت فرانسه داره میکنه عین کار طالبانه. مسلمه که نیست، طالبان آدم میکشه، آسیب میپاشه تو صورت زنان، دولت فرانسه و دادگاه عالیش گفته که این مغایرت داره با قانون اساسی، پس به هیچ وجه نمیشه این دوتا رو مقایسه کرد. هفته گذشته در کنفرانسی که به مناسبت 150مین تأسیس انجمن سکولاریست های بریتانیا در لندن برگزار شده بود، ما با گنا سعید، یکی از فعالین جنبش سکولاریستی در کردستان بودیم و یک مصاحبه رو در رابطه با وضعیت سکولاریسم در کردستان، اهمیت این جنبش و مقاومتی که بر علیه جنگ های مذهبی تو منطقه وجود داره رو باش مصاحبه کردیم. مصاحبه خیلی جالبیه، با ما باشین و این مصاحبه رو با هم ببینیم. Gona Said, it's wonderful to have you on our program. I wanted to ask you about this amazing Kurdistan Secular Center that you've started. It's the first secular center in Kurdistan. Absolutely. Congratulations. Thank you. Tell us about it. Why did you start it? We started for various reasons, basically, and the most important one is to push back on this imposed religious culture on our lives, on the lives of people in Iraqi Kurdistan, that's been
kind of organized, systematically imposed upon people's life in the last 25 years at the hand of the political Islam parties, as well as the other nationalist parties in Iraqi Kurdistan. So basically the main aim, we established the Kurdistan Secular Center so we create the counterculture. A modern, a secular culture. Although you do see that people, majority of people, I would say, they do want to live their life in a secular way. They do want good education, good health, they want to enjoy their lives, they like music, they like dancing, they like all the modern society's enjoyment in their life, as well as their freedoms of speech, the freedom of writing, of art, of culture. But then these all are being kind of censored in many ways by the religious mullahs and imams. As I say, the Kurdistan regional government has systematically worked on, imagine we have almost more than 5,000 mosques in Iraqi Kurdistan. We have around 3,000 Friday prayer preachers who speak against secularism, against women's rights, against all the freedoms of human being in this society. So really we want to work on that. Also we want to campaign for a secular constitution, because you might know that we have a draft constitution at the moment for Kurdistan Regional Government, and the draft constitution was on the agenda to be finalized. So we launched a campaign last year to call for a secular constitution. The other thing is the emergence of Islamic State in the last few years. Their attack on North Iraq, especially the genocide they committed against the Yazidi community and the other religious minorities. That, and also, they brought a big threat to the borders of Iraqi Kurdistan. As you might know, the Peshmerga forces, they are in fight against the Islamic State, and they have been there. But then that was one threat. The other threat was the amount of young people who joined Islamic State from Iraqi Kurdistan, who were influenced by the religious imams from the mosque. They were influenced to join ISIS and to go and fight for ISIS and stand against the people who are trying to protect their families, actually, in Iraqi Kurdistan. So that was another threat that I think people have felt, that we have to deal with this emergence of ISIS ideology, extremism, Islamism, and fundamentalism within the communities, within the cities in Iraqi Kurdistan. So I think that was another main reason for us. And so it wasn't an idea, but it was the emergence of a counter-movement, counter-resistance from the people against all this. And I wonder what sort of support you're getting, because you do see a lot of secularists from Kurdistan, don't you? And also from the Middle East and North Africa, there is that sort of counter opposition to the Islamists. So what were people's reaction to the center? I think, well, we had a brilliant launch, I have to say. When we took the, when we kind of, a number of people who were academics, activists, political figures, when we came together and discussed the idea of having a Kurdistan Secular Center, I think it was very widely welcomed amongst the intellectuals, let's say. And then later we had a really very successful launch, about 200 people attended in the heart of Sulaymaniyah City, and it was a big issue. So in the few days followed that, we were in all the mass media in Iraqi Kurdistan, all the TV channels, all the radio channels. Everybody was asking us who you are, what you're doing, what is your aims. So it was a very good reception. What followed that was a series of seminars, raising awareness seminars, all in many different towns. So we took our issue, the issue of secularism and discussing secularism, to the little towns and cities around the big cities. And that was very good. But then I think what really boosted the whole
Kurdistan Secular Center was the campaign for a secular constitution that started in July 2015, and that was 3 months after our launch. What happened, it went beyond our expectation. The support that we had from the public, like imagine in 45 days, our activists standing on the street trying to collect signatures from people, 100,000 people signed up to a secular constitution. And remember that we are talking about a population of less than 5 million people, a population that has been under attack of Islamism and Islamization of its culture for 25 years. Imagine that. And it's in the heart of a religious conflict in the Middle East. So imagine 100,000 people within 45 days. I think it went beyond our imagination. It was the greatest success. And so we stopped at 45 days because we wanted to use that as a sample of how many people want secularism and want a secular constitution in Iraqi Kurdistan. And we had to give that to the committee that was looking at the draft constitution. So it was our timeline then. So what's the position of the constitution now? Unfortunately, because of all the political conflict in Iraqi Kurdistan, because we are going through a economic as well as political recession, if you want to call it, is such a big problem with the presidency of Kurdistan regional government and with the all the issues of parliament is not working, is also damaged because of all this political conflict. So everything stopped. The process of looking at the constitution has stopped. So everything is there. And we are ready to start our campaign again once that process starts again for the constitution. Tell us about the protests in Iraq, because we were hearing about weekly protests with people saying neither Sunni nor Shia, but secularism, civil society, and hundreds of thousands of people were coming out. Tell us about that, because it wasn't in mainstream media at all. No, these things, you see, today in the National Secular Societies Conference, that's one of the issues I mentioned, and I said, look, you don't see this. Our societies are full of people who are fed up with religious conflicts. They want secularism as an alternative, and we are here to raise that voice, basically. And what happened in Baghdad, in Tahrir Square? As you say, thousands of people were in the street. Their main slogan was bread, jobs, secular state. And imagine that, the main slogan for people who are coming to the street, and that's what the reality of what ordinary people wants. They want a better life, they want a secular state, they want their secular education, they want this religious conflict between the Shia and Sunni and whatever is that to end. And this is only happening because of the agendas of, you know, it's a regional conflict, we all know that. All these countries, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, Turkey, are all involved, and it's a regional conflict playing with people's lives and securities and freedoms. A final question. There'll be people who say, well, you know, secularism is a Western concept and you're imposing a sort of Western idea on Kurdistan. What would be your response to that? I would tell them, I was a socialist when I was, you know, when I opened my eyes, I was 12 years old, and I wasn't living in the West. I didn't know anything about the West. And so is thousands of people like me who live in those societies, who have ambitions for a better life. And that's, I'm talking about me being 12 years old when we didn't have access to anything else. Now, the younger generation, they have access to internet. They know that there are things called human rights, equalities, freedoms, democracy, all these concepts that they want for themselves as well. So it doesn't make sense to say this is a Western thing. It is a human thing, and it's a universal thing. Human rights are universal, freedoms are universal, and all this, and as well as the, you know, they have made the whole world a global economy, basically, that the upper class is doing their business globally. So as we have to do our business globally as well. We have to advocate for human rights, for equality, for secularism as a one global movement. So there is no West and East in that. Thank you. Thank you. It's great having you. Thank you very much. Thanks for the opportunity.
امیدوارم از مصاحبه با گانا سعید خوشتون اومده باشه. به نظرم خیلی نکات مهمی رو مطرح میکنه. برای من یکی به نظرم واقعا این جنب و جوش برای یک اساسنامه سکولاریستی، برای جامعه سکولاریستی در یک کشوری عراق که با میلیتاریسم آمریکا، وحشیگری اسلام سیاسی، گروه های ارتجاعی مذهبی قومی دیگه، بعد تو منطقه هم بمبارون شبانه روزی روسیه، دولت ترکیه، جمهوری اسلامی، اسد. تو این وضعیت آدمایی هستن که دارن سکولاریسم، آزاداندیشی رو نماینده میکنن و واقعا وقتی میشنوی چقدر حمایت دارن میگیرن از جامعه، خب واقعا خیلی باعث خوشحالی آدم ها میشه. دلگرمیه. دلگرمی و کلمه ای که دنبالش میگشتم. دلگرمیه کلمش. ولی نکته حقیقتی رو که تو این جوامع وجود داره، جنبش سکولاریستی، روشن فکری تو این جوامع خیلی قویه. بوده تاریخش از انقلاب فرانسه به این ور تا قرن 20 جنبش های خیلی قوی و سازمان ها و بخشی از مقداری از جوامع بر مبنای سکولاریسم شکل گرفته. فقط تو در 20 سال گذشته است که با جهت اسلامی ظاهرا این را از جامعه محو شدن، ولی حقیقتش اینه که وجود داره. همین سال پیش بود که توی شهرهای متفاوت عراق مردم اومده بودن میگفتن نه شیعه نه سنی، سکولاریسم و جامعه مدنی. ولی توی میدیای جهانی اینو خبر شما نمیشنوی، فقط توی برنامه های تلویزیونی مثل نان گل سرخ و غیره میشه این چیزا. خب برنامه خوبی هست. ولی خب یه واقعیتش اینه الان به خاطر اینکه در عصر اینترنت زندگی میکنیم، یعنی اصلا هیچ بهانه‌ای وجود نداره که مردم جهان مبارزات همدیگر رو نبینن و دست هم نذارن. یعنی اصلا الان بهترین موقعیته که این جنبش های عظیم، چه تو عراقه، چه تو ایرانه، چه توی کشورهای متفاوته، که این جنبش ها واقعا آدم ها اینا بتونن ببینن و همبستگی خودشون رو با این جنبش ها اعلام کنن. فتوای احمقانه این هفتمون از هندوستانه و دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم میدونی که مرکز علمیه، علوم، دارالعلوم مرکز علم، علم دیگه، فتوا یک نوع علمی هست دیگه. اینا با آخوندهای ایران رقابت دارن شدیدن، شدیدن. و دارالعلوم دیوبند اینا با هم بجور رقابت دارن. فتوای احمقانه کدوم؟ به هر حال این خیلی مهمه، خیلی علمیه، حتما گوش بدید. گفتن که اگر که شما پوستیج دارین یا یک سیبیل یا ریش مصنوعی دارید، وقتی وضو میکنید خب این آب و اینا نمیخوره به سر و صورتتون و بعد وضوتون باطله و نمازتون حرامه. بیچاره کسایی که مثلا مو ندارن چیکار میکنن این وسط؟ خیلی ناراحت کنند. ولی خب خوبیش اینه که گفتن که اشکال نداره، وقتی دارین وضو میکنین اول پوستیجیناتون رو بردارین، سیبیل مصنوعیتون رو بردارین، وضوتون رو بکنین، بعد وقتی دارین میایین توی مسجد میخواین نماز بخونین این پوستیجتون رو درست کنین، ریش مصنوعی هم پس بذارین، مطمئن باشین مثلا ریش مصنوعیتون رو اشتباهی نذاشته باشین که بعد مثلا همه بفهمن، بعد بیاین اونجا، بعد نمازتون باطل نیست. واقعا نماز شما که باطل هست، من بعد جور باطل شده واقعا. یعنی نمیدونم، بعد گفت من آتیستم، ولی نمیدونم، خدا رو باید شکر کرد که اینا وجود دارن. آره، ولی نکته جالب اینه که این نصف مسجدایی که تو انگلیس هستن رو این دارالعلوم دیوبند و این داره دسته میچرخونه. ببین اصلا واقعا دیگه این دیگه شوخی نیست، خیلی جدی جدیه. لحظه زیبای این هفته از مریوان کردستان ایرانه که اونجا میدونیم که فعالین محلی محیط زیست گفته بودن که خوبه که مردم دوچرخه سواری کنن برای بهبود فضا و محیط زیست، و خب مقامات جمهوری اسلامی گفتن که حرامه اگر زنان دوچرخه سواری کنن. چند تا از زنان هم بازداشت کردن و قبول
مجبورشون کردن امضا کنن که دیگه دوچرخه سواری نمیکنن. و خب میبینیم که در این عکس زیبا زنان و مردان دارن در با هم دوچرخه سواری میکنن و مقابله میکنن با این واقعا احکام مسخره جمهوری اسلامی. چون نیاز مردم برای دفاع از محیط زیست و فضای سبز و ادامه دادن این کار واقعا ارزشمند نیاز جامعه است، نمیشه جلوشو گرفت. و زنان و مردان دست به دست هم دادن. این نشون میده چطوری هواداران محیط زیست با جنبش حقوق زنان دستش به دست هم دارن میدن و این اهمیت داره و در تمام جامعه ایران و تمام دنیا اینا باید به هم وصل بشن و اون کاری رو که درسته با هم انجام بدن. و واقعا این یک لحظه زیبای زندگی بوده. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومد باشه. ما واقعا خوشحالیم که برگشتیم و برنامه هامونو داریم براتون اجرا میکنیم. امیدواریم که هفته خیلی خوبی داشته باشین و تا هفته بعد به امید دیدار. Goodbye. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.